بسم الله الرحمن الرحیم. خب نمایشگاه اینوتکس سالیانه است. تفاوت امسال با سال گذشته بیشتر تو ورود استارتاپ هاست و همطور ایرانی های خارج از کشور. خب ما همونطور که میدونید یک برنامه برگشتی داریم برای بچه هایی که خارج از کشور بودن و تا حالا بیش از 700 نفر استفاده کردن از این برنامه که شما میتونید الان ببینید که بیش از 40 تا شرکت اینجا از استارتاپ های ایرانی های خارج از کشور حضور دارن که خیلی هاشون موفق بودن. البته اینا یه بخشی از شرکت هایی است که بچه هایی که از خارج از کشور برگشتن توش سهیم هستن، عدد خیلی بیشتری از این 40 تا هست. خب 40 تاش تو این نمایشگاه الان شما میبینید و این خودش یک حرکت رو به جلو تبادل دانش، تبادل فناوری که بین بچه هایی که ما خارج از کشور داریم با داخل و این راه جدیدی که باز شده توی ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، به جای اینکه بخوام برن استاد دانشگاه بشن یا هیئت علمی جایی بشن، میتونن توی این حوزه فعالیت بکنن و نمونه‌های موفق هم ما خیلی داریم الان تو استارتاپ‌هایی که الان توی کشور دارن فعالیت میکنن و هر روز شما میبینید که یه اپلیکیشن جدید، یه محصول جدید یا یه داروی جدید توسط همین استارتاپ ها داره توسعه پیدا میکنه. این دانش جدیدی که از خارج از کشور کسایی که توی آزمایشگاه های دانشگاه های معتبر کار کردن، زیر نظر استادای معروفی کار کردن و حالا بر میگردن و توی شرکت های خودشون این فناوری رو تجاری میکنن، هم اشتغال قابل توجهی درست میکنه و هم محیط کسب و کار ما رو قطعا متحول میکنه با تکنولوژی های جدید. خب شرکت های خارجی هم که هستن تو این نمایشگاه، ما فکر میکنم بیشتر از 40 اختراع تایید شده داریم که تو این نمایشگاه داره عرضه میشه. کل اکوسیستم تقریبا دیده شده، شتاب دهنده ها هستن، استارتاپ ها هستن. تنها بخشی که شاید الان حضور نداره تو نمایشگاه بحث ونچر کپیتال ها یا صندوق های خطرپذیر هستن، ولی به هر حال کل اکوسیستم تو نمایشگاه جدید خیلی بهش توجه شده که این اتفاق بیفته. فضا نسبت به 4 سال پیش که کار رو شروع کردیم برای نوآوری و فناوری و بروز و ظهور نوآوری فناوری جوان مهیاتر. ببینید قطعا 4 سال پیش فضای دانشگاه ما این نبود. ما یه برنامه جدیدی داریم که تو آموزش پرورش تو دوره جدید خیلی شدید فعالیت بکنیم، جایی که ما باید بتونیم بچه هامون رو نوآور، کارآفرین و با اعتماد به نفس بالا در واقع تربیت بکنیم. تو حوزه دانشگاهی هنوز جا خیلی زیاده، تو مراکز نوآوری باید خیلی کار کرد. می‌بینید که فضای دانشگاه واقعا متحول شده تو این 3-4 سال. روزای اول کسی شناختی راجع به این مسائل نداشت، موزه‌گیری‌ها زیاد بود، ولی الان می‌بینید که اینطوری نیست. فضای کسب و کارمون خیلی تغییر پیدا کرده. می‌بینید که هر روز این بچه‌ها تو استارتاپ‌ها با سیستم‌های سنتی ما رقابت می‌کنن و معمولاً هم پیروزن. قطعاً یعنی پیروزن، یعنی چون آینده در اختیار تکنولوژی و در واقع اون سیستم‌های سنتی یواش یواش باید خودشون رو وقف بدن با فضای جدید. علاوه بر این اونایی که تو حوزه تکنولوژی دارن کار میکنن، داروهای جدید، تجهیزات جدید، تجهیزات پزشکی یا بقیه موارد، میبینید که هر روز تکنولوژی جدیدی رو توسعه میدن. فضا خیلی متحول شده ولی هنوز خیلی خیلی کار داره. ما قطعا تو دولت 12 قطعا استراتژی های دکتر روحانی توسعه محیط کسب و کاره، اصلاح محیط کسب و کاره و ما اگر این محیط کسب و کار رو بتونیم درست توسعه بدیم و درست در واقع مشکلاتش رو مرتفع بکنیم، چون محیط کسب و کار ما بر اساس اقتصاد نفتیه و این محیط داره تغییر پیدا میکنه به یه محیط اقتصاد دانش بنیان و قطعا این میتونه خیلی قضایا رو متحول کنه. به اون ارائه بدید از محیط فناوری. ببینید قطعا تعداد شرکت ها چندین برابر میشه تا اون موقع، تعداد کارآفرینامون چندین برابر میشه، شرکت های بزرگمون. ما امیدواریم ظرف 4 سال آینده بزرگترین شرکت های کشور از همین استارتاپ ها باشن، همونطور که الان ما حدود 5 تا شرکت داریم که بیش از 2000 میلیارد فروش داره. آیا شما نگفتی آخر، بذار این خانم سوالشون بتونه از هم بفهم. برای گسترش این گونه استارتاپ ها چه برنامه‌ای دارید در دولت 11؟ ببینید همونطور که دیروز آقای دکتر روحانی گفتن موضوع شرکت های دانش بنیان که قطعا ما خیلی تقویت میکنیم این فضا رو. ببینید اون چیزی که مهمه فضای کسب و کار که باید متحول بشه. این فضا عامل سوم چهارمش بحث سرمایه گذاری و پوله.
بحث اول اینه که ما بچه‌هایی رو داشته باشیم که اعتماد به نفس بالا داشته باشن، تحصیل کرده باشن، ایده های نوآور و خلاق داشته باشن و حاضر باشن بابت این نوآوری و خلاقیتشون هزینه بدن تو جامعه برای اینکه بتونن اون ایدهشون رو تجاری سازی بکنن. این مهمترین رکنه برای یه اقتصادی که پایش انسانه، آدمه، نه منابع در واقع زیرزمینی، که این اتفاق ایشالله خیلی تقویت میشه تو 4 سال آینده. آموزش های حوزه کارآفرینی قطعا خیلی توسعه پیدا میکنه. ما باید توی آموزش پرورش هم حضور جدی داشته باشیم، مثل بحث آموزش عالی که قطعا اینا متحول میشه ایشالله.